عرض میکنم خدمت همه دنبال کنندگان عزیز، دوست داشتنی و گل گلاب کانال یوتیوب کلاب هاوس فارسی. امیدوارم حال همتون خوب باشه، سالم و سر حال باشید و مثل همیشه پر امید. مهدی هستم، ادمین کانال، با یه محتوا و ویدیو جدید دیگه در خدمت همه شما رفقا و با وفاهای عزیز هستیم. همونطوری که بچه خبر دارید، به شبکه سوخت و بنزین کشور، حالا فقط هم بنزین نیستش دیگه، گازوئیل هستش، نفت گاز هستش و هر چیزی که تو اون سکوهای پمپ بنزین به اصطلاح ما دریافت میکنیم، حمله شده. حالا این حمله هم حمله سایبری بود و با اخلال مواجه شد و هنوز هم در بعضی از جایگاه هنوز این اخلال رو ما شاهد هستیم. توی این مدت که این اخلال به وجود اومد، خیلی تحلیل های متفاوتی شنیدیم. اول که این تحلیل شنیدیم که از سمت اسرائیل بوده، بعد این تحلیل مخصوصا بین اون جماعت ارزشی و انقلابی توی توییتر بیشتر از این منظر صحبت میکردن که کار خودشونه و اینا میخوان بنزین رو گرون بکنن. بعد منتسب کردن این حمله رو به گروه هکری امام علی که قبل از اون خب حمله کرده بود به دوربین های مداربسته زندان اوین و خب یه سری فیلم ها رو داده بود بیرون. و الان من حدود یک ساعت پیش هم دیدم که یک گروه، حالا یه گروهی به نام گروه گنجشکای درنده، همچین حمله ای رو بر عهده گرفته و گفته که کار ما بوده. دیشب در کلاب هاوس اتاقهای متعددی هم برگزار شد برای این موضوع. یکی از این اتاقها که همین الان عکسشو میبینید حدود 7-8 ساعت برگزار شد. خیلی اتاق شلوغی بود، 3-4 هزار نفر هم بودن، تا پاسی از شب هم ادامه دار بود. خیلی از روزنامه نگاران، سیاسیون، اپوزیسیون، داخل خارج، همه در این اتاق حضور داشتن و هر کسی هم سعی میکرد که تحلیل خودش رو نسبت به این قضیه ارائه بده. من حالا اصل اتاق رو در صفحه سوم میذارم، نزدیک 9 ساعته میتونید استفاده بکنید اگر خواستید. اما یه تحلیل خیلی جامعی، من فکر میکنم تنها تحلیل دیدم که واقعا کارشناسانه بود توی این مدت و جامع و کامل به این داستان نگاه کرده بود، از آقای مراد ویسی که در این اتاق مطرح کرد. و البته آقای مراد ویسی اعتقاد داشتش که این حمله داخلی نیست و باید پای اسرائیل در میون باشه. از اونجایی که آقای ویسی همچین اعتقادی داره، من سعی کردم که برم خب ببینم رسانه‌های اسرائیل چه صحبتایی کردن در مورد این موضوع. و خب رسانه اسرائیل خیلی مانور داده بودن پیرامون این موضوع و از همه مهمتر این رو بیان کرده بودن که چه کار اسرائیل باشد چه کار اسرائیل نباشد، باید کشور اسرائیل خودش آماده بکنه برای اینکه متقابلا جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های حالا کامپیوتری و سایبری و اینهای اسرائیل حمله خواهد کرد به واسطه این حمله‌ای که حالا در ایران انجام شده و خب کار اسرائیل میدونن. رو این حسابم اول از همه یک گزارش یکی دو دقیقه‌ای از گزارشگر ایران اینترنشنال که در اسرائیل هستش و بررسی کرده این حمله رو در مطبوعات اسرائیل و در بین فضای سیاسی اسرائیل، اول بریم این یکی دو دقیقه گزارش رو بشنویم و بعد برگردیم من یه خلاصه ای از کل اتفاق بهتون بگم، بعدش هم بریم تحلیل جامعه آقای ویسی رو گوش میکنیم. اول بریم گزارش رو بشنویم. تحلیلگران و رسانه های اسرائیلی درباره این حمله سایبری چی میگن دقیقا؟ بله خب همونطوری گفتید، خب مقامات اظهار نظر نکردن و انتظار هم نداشتیم که در واقع مقامات اظهار نظر بکنن در این زمینه. اما تحلیلگران در رسانه‌های اسرائیلی در واقع چندین احتمال رو مطرح کردن. کانال 11 تلویزیون اسرائیل دیشب در اخبار شبانگاهیش گفت که به نظر میرسه یک گروهی با توانایی بسیار بالایی این اقدام رو انجام دادن، هرچند که تاکید کرد که در واقع بعید نیست که کار یک کشور هم بوده باشه. گفت که
در واقع برای اینکه چرا میگه کاری کشور یا یک گروه با توانایی بالاست، گفت که عملیات بسیار پیچیده بوده و تنها یک بخش رو هدف قرار نداده، یعنی بخش‌های مختلفی بودن، هم حالا همون تابلوها، هم در واقع سیستم سوخت رسانی. خبرنگار سیاسی همین کانال 11 در تحلیلی که ارائه داد با اشاره حالا به همین اتفاقی که افتاده و در واقع صحبت‌های ماه‌های گذشته مقامات اسرائیلی، گفت مقامات اسرائیلی سرمایه‌گذاری دارن می‌کنن بر روی اینکه در واقع به این شکافی که بین مردم و جمهوری اسلامی هست رو بیشتر آشکار کنن، بیشتر بر روی اون نقطه تاکید کنن و در واقع از این طریق به جمهوری اسلامی فشار بیارن. کانال 12 هم گفت که هر کسی که پشت این حمله بوده نشون داده که میتونه ضربات بسیار شدیدتری هم به جمهوری اسلامی بزنه. کانال 13 گفت که اسرائیل خودش رو آماده میکنه برای واکنش احتمالی جمهوری اسلامی، اما از اون طرف خب رسانه‌های نوشتاری اسرائیل هم واکنش‌های به این موضوع داشتن. روزنامه یدیوت آخرونو در شماره صبح امروز خودش بدون اینکه به طور مستقیم اسرائیل رو متهم بکنه که در واقع پشت این حمله بوده، گفته که هر کسی که پشت این حمله سایبری بوده نشون داده دیگه در واقع اکتفا نمی‌کنه به حمله به نیروهای نیابتی ایران یا نیروهای سپاه در سوریه یا نقاط دیگه خاورمیانه، نمیخواد منتظر بمونه برای اینکه ایالات متحده و جمهوری اسلامی به در واقع به توافق اتمی برسن و در تمام این مدت دست روی دست بذاره. گفته که هدف از این حمله سایبری این بوده که ناخرسندی مردم رو از جمهوری اسلامی تشدید بکنه. اشاره کرده که این حمله درست در روزی انجام شد که فرمانده سپاه پاسداران از پیشرفت‌های بزرگ به گفته او در زمینه امنیت سایبری خبر داد و گفت که در زمینه جنگ سایبری جمهوری اسلامی باید منتظر پیروزی‌های بیشتری هم باشه. در کنار اینها برخی تحلیلگران دیگه و مقامات سابق اسرائیل هم که با رسانه‌ها صحبت کردن، در واقع اونها هم چند یکی از در واقع احتمالاتی که مطرح کرده این هست که شاید حتی آمریکا بوده که در واقع در جذبه اون پلن بی که گفته بودن دست به این اقدام زده. خب دوستان، گزارش خبرنگار ایران اینترنشنال در اسرائیل رو شنیدید. در مورد آخرین خبرها، همونطوری که میدونید اول خب جمهوری اسلامی قبول نکرد که حمله سایبری شده، اما وقتی که دید حجم حمله به قدری زیاده که سراسر کشور مشکل پیدا کردن، در نهایت دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور گفت که حمله سایبری گسترده روز سه‌شنبه 4 آبان اتفاق افتاده که 4300 جایگاه سوخت در ایران رو دچار اختلال کرده، اما در نهایت اعلام کرد که مهار شده. ابوالحسن فیروزآبادی در مصاحبه با شبکه 2 اظهار داشت که اختلال در سیستم های 4300 جایگاه سوخت رسانی کشور ناشی از یک حمله سایبری گسترده بوده که همکنون مهار شده و امیدواریم تا فردا تمام جایگاه سوخت به وضعیت عادی برگردن. رسانه‌های ایران امروز سه‌شنبه از قطع توزیع بنزین در جایگاه سوخت سراسر کشور به دلیل اختلال در سامانه هوشمند سوخت خبر دادند. و چیز جالبی هم که اتفاق افتاده بود و حالا هر کسی که این حمله رو کرده در مانیتور اون دستگاه‌هایی که به هر حال بنزین درش وجود داره و اون قسمت مانیتورش شماره تلفن بیت خامنه‌ای هم نوشته شده بود. دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین تصریح کرده که این حملات آنچنان گسترده بوده که همه 4300 پمپ بنزین و جایگاه سوخت عملاً از کار افتادن و دچار اختلال شدن. همچنین اعلام کرد که آقای فیروزآبادی که احتمالاً طی 7 تا 10 روز آینده نظر نهایی خودش رو در مورد این حمله سایبری اعلام میکنه. همچنین اضافه کرد که احتمال داره این حمله نیز همانند حمله سایبری به سیستم های راهن جمهوری اسلامی از طریق خارج از کشور انجام شده باشه. و همونطوری هم که عرض کردم در شبکه های اجتماعی گروهی هکری به نام گنجش که درنده مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته، که البته خب مستقلا هیچ خبرگزاری این رو رد یا تایید نکرده. و باید بگم که اختلال در نظام توزیع سوخت
اول از همه در ظهر اتفاق افتاده که خیلی ها این حمله رو ارتباط میدن به حوادث و کشتاری که در آبان ماه سال 98 به واسطه قضیه گران شدن یک شبه بنزین اتفاق افتاد. بریم با هم صحبت های آقای ویسی رو بشنویم. اون برگردیم. باجگیری در شرایط فعلی ایران، سناریوی باجگیری حک بنزینا برای باج گرفتن جمهوری اسلامی منتفیه، چون جمهوری اسلامی اولا باج نمیده به کسی در داخل، دوم اینه که کسی نمیتونه بره این باج رو ازش بگیره در داخل، و کسی هم که بخواد به عنوان هک این کارو بکنه، سرگرمی تکنولوژیک و قدرت هک و اینا، میدونه که جمهوری اسلامی با این چیزها شوخی نداره. این نیست که مثلا ببرن دادگاه 5-6 سال زندان اینا بدن. باجگیری به نظر من منتفیه، مثل اون قضیه خط لوله شرق امریکا نیست که یه گروه باجگیر بیان بگن آقا ما پول میخواییم تا دسترسی شما رو به این خط لوله بنزین دوباره برقرار کنیم، کمایی که کسی هم تقاضای باج از جمهوری اسلامی نکرد. یه سناریو اینه که اسرائیلی ها باشن، که من بر اساس تحلیل روندی که از ابتدا تا حالا هست و عرض میکنم یکی یکی، این رو محتمل ترین گزینه میدونم. توضیح میدم چرا. بعضی ها میگن ممکنه از داخل باشه، بچه های خودمون نبوغ دارن. ببینید اگرم نبوغی باشه بچه های خودمون نیست، مخالفین جمهوری اسلامی هست. کسی نمیاد از سایه سر بچه های خودمون شبکه بنزین جمهوری اسلامی را کار بندازه. پس کسی مخالف جمهوری اسلامی که این کار میکنه. و اگر این گفتمان که در ساعات اخیر داره بیشتر دامن زده میشه که کار بچه های داخله، اگر فرض رو حتی بر این بگذاریم، این یک مقدماتی داره، یک الزاماتی داره. اول این اینه که بچه های خودمون نیست، چون آسیب به سیستم دیگه، به این معنی که کسی از طرف جمهوری اسلامی بیاد بگه بچه های خودمون نبوغ داره، اینا از زاویه دیدگاه حاکمیت عرض میکنم، منطقا خب بچه های خودمون یعنی بچه های جمهوری اسلامی نیست، چون کار علیه جمهوری اسلام. دوم اینه که اگر کسی در داخل اومده این کارو کرده و ما این سناریو رو میخواییم بگیم این سناریو هست، الزام منطقیش اینه که بله مخالفین داخلی جمهوری اسلامی اینقدر قدرتمند شدن که میتونن ضربه اساسی به جمهوری اسلامی وارد کنن. این رو هم باید پذیرفت دیگه. اگر کسی میگوید کار داخلی است، یعنی داخلی مخالف جمهوری اسلامی این کارو کرده، چون شوخی که نیست که، برای شوخی هم که این کار نکرده. دوم اینه که اگر در داخل کسی این کارو کرده، یعنی شبکه مخالفین جمهوری اسلامی در داخل اینقدر قوی شدن که میتونن در چارچوب جنبش مقاومت مدنی همچی ضربه به جمهوری اسلامی بزنن. اگر کسی میگوید کار داخله، پس باید این الزاماتش هم بپذیره. نمیشه این گفتمان رو مطرح کنه ولی این الزاماتش هم نگه. اما من چرا فکر میکنم آقای ویسی، یه تحلیل اقتصادی هست تو همین قسمت که گفتید داخله، که آقای همدانی یه اشاره کرد، منم ابتدای رومم اشاره کردم که برخی اعتقاد دارن که کار داخله اونم کار خود دولته برای کسی بودجه و افزایش قیمت، که البته با اون شعاری که تو اصفهان داده شده اصلا همخوانی نداره. خیلی متشکر. من فقط میخواستم ساحت بحث کمی خواهش کنم. این رو هم من جواب میدم جلوتر. ببینید به این دلیل نمیتونه کار اون گفتمانی که میگه کار داخله نمیتونه کار خود دولت بشه. من برای این ورود میکنم به بحث دوم که برداشت و فهم جامعه مهمه، فارغ از اینی که کار داخل باشه، کار اسرائیل باشه یا باجگیری باشه که نیست. چرا برداشت جامعه مهمه؟ برداشت جامعه الان اینه که کار اسرائیله و به احتمال کمتر کار مخالفین داخل. هر دو برداشت به ضرر جمهوری اسلامی.
برداشت جامعه اینه که اسرائیلیا مدام دارن ضربه میزنن به جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی نمیتونه جواب بده، دست پایین تر داره. یک موقع آقای مهدوی کنی رفته بود پیش آقای خمینی، میخوام در اهمیت برداشت مردم، برداشت مردم ممکنه با واقعیت بخونه ممکن نخونه، ولی مهمه به صرفی که برداشت مردمه، به صرف این که ذهن مردمینه مهمه. آقای کنی رفته بود پیش آقای خمینی انتخابات مجلس سوم، گفته بود آقا شما گفتید اسلام آمریکایی مردم ما رو فرض کردن، به ما رأی ندادن، ما سالها پای منبر شما بودیم، حالا شدیم اسلام آمریکایی؟ آقای خمینی گفته بود من منظورم شما نیستی. آقای کنی گفته بود منظور شما مهم نیست، مهم اینه که رأی دهنده اینجوری برداشت کردن. الانم مردم ایران برداشتشون اینه، یا جنبش مخالفین در داخل این قوی این کار میکنه یا کار اسرائیله. و اگر دولت خودشو این کار کرده باشه به نظر میاد کار احمقانه ایه. من اصلا چون این برداشت ندارم که دولت این کار رو کرده باشه. نکته سومی که میخوام بگم که چرا معتقدم بر اساس تحلیل روند بیش از هر کسی اسرائیل میتونه باشه. ایران و اسرائیل در 6 حوزه در حال جنگن، دست کم 6 حوزه. و الان وضعیت که ایران اسرائیل توش به سر میبرن جنگ محدوده، از تنش بیشتره، از جنگ کامل کمتر. ایران و اسرائیل الان در حال جنگن ولی جنگ محدوده، فقط حمله مستقیم خاک هم دیگه نمی کنن، وگرنه همه کارهای دیگه می کنن. به لحاظ نظامی در 2 سطح دارن با هم می جنگن. یکیش مستقیمه، بمباران هایی که اسرائیل از مقرهای سپاه در سوریه میکنه، به کرات هم میکنه، تا حالا تعداد زیادی تلفات به جا گذاشته. جنگ دیگه ای که میکنن جنگ نیابتیه، به این معنا که جمهوری اسلامی حماس و جهاد اسلامی رو در غزه تکنولوژی موشکی در اختیارشون میذاره، تقویتشون میکنه، کمکشون میکنه، روز به روزم برد موشک و راکتاشون رو بیشتر میکنه. به حزب الله در مرزهای شمالی اسرائیل انواع اقسام موشک‌ها رو داده و روز به روز قدرتمندترش میکنه و با استفاده از جنگ سوریه تلاش میکنه که حلقه محاصره اسرائیل رو کاملتر کنه و در بلندی‌های جولان هم بچسبه به اسرائیل و از 3 جا اسرائیل رو تهدید کنه، از غزه، از مرز شمالی اسرائیل و لبنان و از جولان. در مقابل اسرائیل تلاش کرده با بمباران حزب الله و بمباران حماس و جهاد و بمباران مقرهایی که از ایران نزدیک مرز سوریه در جولان است جواب بده. کمایی که پسر عماد مقنیه موقعی که داشت تلاش میکرد در نزدیکی های جولان رد پا بر ایران درست کنه، اونجا با فرمانده های سپاه که فکر میکنم فرمانده سپاه القدیری از بود کشته شد. جنگ کاملی بود. از اون طرف یک جنگ در واقع تمام عیار هسته ای کشور وجود داره، فقط سلاح هسته ای اسرائیل علیه ایران استفاده نکرده. در 18 سال گذشته که پرونده هسته ای ایران فعال بوده، اسرائیلی ها دست کم به 15 اقدام بزرگ علیه برنامه هسته ایران متهم، به 2 بار انفجار نتن، تاسیسات هسته ای نتن، به 8 تا ترور که 7 موفق و به ترور مهمترین چهره هسته ای ایران آقای فخری‌زاده، سرقت اسناد هسته ای ایران، انداختن ویروس استاکسنز تو برمی هسته ایران. اسرائیل تجارب خودش در مورد مقابله با برنامه هسته ای کشورهای دیگه از جمله عراق و مصر هم در این چارچوب استفاده کرده. آقای دکتر نامور که تحقیقات خوبی راجع به برنامه هسته ایران کردن اشاره کردن که در مورد مصر و عراق هم اسرائیل ها به ترور دانشمند ها روی آورده بودن. من همین امروز صبح یک دانشجوی دکترای مصری بود
از من مشورت می گرفت برای تزش. اونجا مواردی که اسرائیلی ها دانشمندای مصری رو ترور کرده بودن دونه دونه توی تزشون بود و داشت ذکر می کرد. از اون طرف ایران هم تلاش کرده در مسئله هسته‌ای با افزایش فنی‌سازی و با توسعه برنامه موشکیش به این جنگ اسرائیل پاسخ بده. روز به روز تعداد موشک‌ها و برد موشک‌ها اضافه میشه و اصولا در برنامه موشکی ایران یک تأکیدی میشه همیشه که هدف اسرائیل، روی موشک می نویسن که اسرائیل باید نابود بشه و برد موشک ها موقعی اعلام میشه همیشه این عدد 1300 کیلومتر 1200 کیلومتر که فاصله هوایی ایران اسرائیل تو بحث موشکی همیشه مطرح میشه از طرف ایران. یک جای دیگه که با هم جنگ دارن جنگ اطلاعاتیه و ضد اطلاعاتی. جاسوس هایی که دو طرف توی دستگاه های همدیگه دارن بکرمان. ایران در اسرائیل جاسوس در حد وزیر داشت، اسرائیلی ها جاسوس در ایران در حد میز اسرائیل در سپاه داشتن. کاملا دو طرف این کار میکنن و حتی بعضی ها معتقدن اسرائیلی ها فارغ از جاسوسی مستقیم در امر نفوذ هم کار میکنن در ایران. نفوذ به این معنا که روی بعضی از روندها تأثیر غیر مستقیمی میذارن که کسانی در ایران به قدرت برسن که در خدمت منافع اسرائیل باشن و در خود بین پژوهشگران و نخبه های ایرانی هم این اتفاق نظر در بین خیلی ها وجود داره که آقای احمدی نژاد دوره ریاست جمهوریش بیشترین خدمت به اسرائیل شد و اسرائیلی ها بیشترین استفاده رو از این دوره ایشون کردن. حوزه دیگه که با هم در دال جنگن جنگ اقتصادی. اسرائیلی ها به طور مکرر و همه جانبه تلاش میکنن که تحریم ها رو در مورد ایران هم هدفمندتر کنن، هم بیشتر کنن، هم کشورهای دیگر رو راضی کنن. سفری که اخیراً آقای بنت نخست وزیر اسرائیل به روسیه داشت، یکی از مهمترین دستورکاراش ایران بود و اگر قرار فشار بیشتری بر ایران وارد بشه و ایران به مذاکرات برنگرده و فشار بیشتری وارد بشه، اسرائیل میخواد مطمئن بشه که روس‌ها با این فشار همراهی میکنن و اگر مثل دوره احمدی نژاد پرونده رفت شورای امنیت و خواستن قطعنامه بذارن، مثل اون دوره که 6 تا قطعنامه بود، روس‌ها همکاری کنن. روسا البته همه تخم مرغاشون رو تو سبد اسرائیل نمیذارن، همزمان دارن با آمریکا کار میکنن، با ایران کار میکنن، با اسرائیل کار میکنن، با هر ستام تو این معادله دارن میرن جلو. دو تا نکته دیگه من عرض کنم بعد این قسمت از عرایزمو ببندم. یک جای دیگه هم که دارن با هم رقابت میکنن یارگیری بین‌المللیه. خب اسرائیلیا دارن از کشورهای منطقه رابطهشون رو بهبود میبخشن. پارسال آقای روحانی ابتکار هرمز رو داد، به جایی نرسید با کشورهای منطقه، ولی اسرائیلیا تونستن خب با بحرین و امارات اینها عادی سازی روابط بکنن و خودشون رو نزدیکتر کنن به حوزه امنیت ملی ایران. دارن با روسیه کار میکنن. روسیه هم دقت کنیم که 1 میلیون مهاجر روس در اسرائیل وجود داره از اتحاد شوروی سابق و یک جمعیت رای دهنده بزرگی و همه اسرائیلی ها به این توجه دارن. نکته دیگه ای که میخوام عرض بکنم اینه که در ساختار تصمیم گیری دو کشور در هر سه سطح وضعیت رو به افزایش تنشه. یک مدل تصمیم گیری وجود داره، در بحران موشکی کوبا استفاده شد، میگن اگه میخواید ببینید دو تا کشور رابطهشون تنش داره رو به بالا میره یا رو به پای میاد، ببینید منافع ملی دو کشور
و نگاه های امنیتیشون چیه در یک ساعت، در ساعت دوم سازمان های تصمیم گیرنده در اون دوتا کشور کیا هستن، کدوم سازمان ها و چه دیدگاهی دارن، و سوم افراد اصلی تصمیم گیر کیا هستن و چه دیدگاهی به کشور مقابل دارن. در هر سه حوزه وضعیت نشون میده که روابط ایران اسرائیل رو به تنشه و به دلیل عدم بازگشت ایران به مسئله هسته‌ای حتی به نزدیکی جنگ هم ممکنه برسه. در سه سطح به لحاظ منافع ملی جمهوری اسلامی خواهان نابودی اسرائیل، بالاترین سطح تنش با اسرائیل. اسرائیل هم جمهوری اسلامی رو دشمن خودش، مهمترین دشمن و تهدیدش میدونه. پس هر دو کشور از نظر منافع ملی حد اکثر تعریف تنش رو هم. سازمان های تصمیم گیرنده در دو کشور هم کاملا علیه هم دیگر. در جمهوری اسلامی سازمان های اصلی یعنی نهاد رهبری و سپاه پاسداران، و اتفاقا اینجا دیگه رئیس جمهور و وزیر خارجه هم اگه یک جایی، اگر یک موقعی در یک دولتی با رهبری و سپاه تنش دارن، ولی در مورد اسرائیل تقریبا همه مقامات جمهوری اسلامی همسوان. در اسرائیل هم بین تمام سازمان ها، چه نخست وزیری، چه ارتش، چه موساد، چه آمان اطلاعات ارتش و چه وزارت دفاع، همه اینها کاملا دیدگاه های خصمانه ایران و جمهوری اسلامی و اسرائیل سازمان های اصلیشون به هم دارن. از نظر افراد هم که اصلا این روند بدتر از سازمان ها و منافع ملی است. یعنی افراد تصمیم گیر در دو کشور به شدت مقابل هم دیگر. یعنی برای آقای خامنه‌ای و فرماندهای سپاه بزرگترین دشمن آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزیه، برای بنیامین نتانیاهو و بنت و یائیر لاپید و تمام کسایی که لیبرمن و کسایی که تصمیم گیرن در اسرائیل، همه اونها جمهوری اسلامی رو مهمترین تهدید دشمن می‌دونن. پس بر اساس این سه سطح، یعنی سطح نگاه منافع ملی، سطح سازمان‌های تصمیم گیرنده و سطح افراد تصمیم گیرنده، کاملا تنش رو به افزایشه. آخرین حوزه‌ای که میخوام بگم و زیر یک دقیقه جمع بکنم برای زمان، اینی که ایران نمیخواد برگرده به مذاکرات هسته‌ای و تا حالا برنگشته، این فرصتیه، یعنی وضعیتیه که ممکنه هر دو طرف رو حتی به درگیری نظامی هم بکشونه، اسرائیل و ایران رو. من اعتقادم اینه که دولت آقای رئیسی آچمزه تو قضیه بازگشت به مذاکرات، نمیخواد برگرده به مذاکرات، چون میگه که تا حالا میگفتن اون مذاکراتی که ظریف و روحانی میکردن خیانت بود و حالا موندن چجور برگردن به همون جایی که تا همین دیروز میگفتن خیانته، یعنی توافق با آمریکا. مذاکرات هسته‌ای اگه بخواد برگردیم، معنی سادهش توافق جمهوری اسلامی ایران با آمریکاست، حالا هر توافقی میخواد باشه. خب دولت آقای رئیسی تا حالا فحش میداد، میگفت خیانت بوده، راحت نیست براش برگرده. اگر هم برنگرده، چون نفت نمیفروشه، بیمه و کشتیرانی تحریمه، تحریما ادامه پیدا کرده، این وضعیت رو نمیتونه ادامه بده. حتی اگر این وضعیت رو به لحاظ اقتصادی هم بتونه ادامه بده که خیلی سخت ادامه بده، به لحاظ بین المللی نمیتونه ادامه بده، چون اگر ایران به مذاکرات برنگرده، نظر آژانس برمیگرده، نظر شورای امنیت برمیگرده، پرونده ممکنه دوباره ارجاع بشه به شورای امنیت و کار بره به سمت فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی. به همین دلیل دولت‌های رئیسی تقریبا آشمزه توی این موضوع، ولی اسرائیلی ها میخوان استفاده بکنن. اگر ایران برنگشت، تحریم‌های بیشتری روش اعمال کنن و این معادله هم تو ذهنشون هست که اگر ایران برنامه هسته‌ایشو ادامه داد، همون حرف آمریکایی‌ها رو پیش ببرن که جهان باید برای خودش و برای یک ایرانی که به توافق هسته‌ای برنمی‌گرده آماده کنه. اسرائیلی‌ها این حرف رو خب دوست دارن که بلینکن گفته که جهان باید خودش رو برای یک ایرانی که به برجام برنمی‌گرده آماده کنه، و توی اون حالا می‌بینی شاخ و شانه کشیدن ایران اسرائیل برام بیشتر شده. اسرائیل مانور هوایی برگزار میکنه، 1.5 میلیارد دلار بودجه گذاشته، ایران هم بلافاصله مانور فدایان حریم ولایت رو گذاشته. من عرضم رو اینجا به انتها میرسونم. میخوام بگم متاسفانه
وضعیت به سمت افزایش تنشه. من خودم امیدوارم که یک روزی برسه که ما در ایران مردم بتونن نو حکومتشون انتخاب کنن، خودشون حاکماشون انتخاب کنن و راجب این آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی هم از مردم ایران سوال بشه که اصلا اینو میخوان یا نمیخوان که این همه هزینه بر کشور بوده، که من اعتقاد دارم سیاست درستی نیست آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی، و مردم ایران باید به زندگی و به نوع مشکلات خودشون نگاه کنن. وظیفه مردم ایران اسرائیل ستیزی نیست، میشه با آمریکا و اسرائیل رابطه عادی داشت، همزمان با اون میشه اگر واقعا انتقادی به اسرائیل هست این انتقاد رو گفت. شاه سیاستشو ببینید، شاه همزمانی که با اسرائیل رابطه داشت، همزمانی که با کشور عربی سیاست همکاری داشت، منتقد سیاست اسرائیل بود و تیتر روزنامه زمان شاه رو ببینید کلی انتقاد از شاه علی اسرائیل. اینی که ما اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی رو بذاریم کنار به دو معنا نیست، سفسطه نشه، به این معنا نیست که اگر اسرائیل کار نادرستی کرد کسی ازش انتقاد نکنه، و به این معنا نیست که همه چی گل و بلبل میشه اگر ما با آمریکا رابطه‌مون رو خوب کنیم. نخیر، گل و بلبل نمیشه. اینقدر خرابی شده تو این مملکت که تازه باید بریم سر خط این مملکت رو بسازیم. ولی ادامه آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی به نفع مردم ایران نیست. آخرین جمله‌م و واقعا آخرین جمله اینه که جمهوری اسلامی ایران نیست. جمهوری اسلامی میتونه متفاوت از ایران باشه که به نظر من هست، و جمهوری اسلامی میتونه متفاوت از ایرانیان باشه. نمیتونیم جمهوری اسلامی رو حتما معادل ایران بگیریم. خیلی خیلی ممنون. خب دوستان خسته نباشید، تحلیل آقای ویسی رو شنیدید. همونطوری که عرض کردم تحلیل‌های متفاوتی خب این مدت شنیده بودیم، اما این که رأساً از همون اول خب اعتقاد داشته باشه که این کار کار اسرائیل بود، دلایل خودش هم بیاره و از همه مهمتر عواقب و تبعاتی هم که مترتبه برش بگه و همینطور بازخونی بکنه دلایلی که ممکنه حالا اگر اسرائیل این کارو کرده باشه چه اهدافی رو جستجو میکنه. تنها من در این مدت همین تحلیل رو دیدم که آقای ویسی انجام داده بود. البته یه تحلیل هم آقای مهدوی آزاد انجام داده بود که اون هم تقریبا تنه میزد به همین، و من گفتم که تحلیل آقای ویسی چون که جامع تر بود و نقاط ریز و کورش هم بررسی کرده بود، گفتم که خالی از لطف نیست، حتما خدمتتون ارائه بدیم. یه گفتگو دو ساعت و نیمه در مورد شرایط کشور هم آقای ویسی انجام داده که مشغول ادیت نهایی این گفتگو هستیم، که سعی میکنیم در همین یکی دو روز آینده اون رو هم اگر زنده بودیم و توفیق داشتیم حتما خدمتتون ارائه بکنیم. خیلی ممنونم از اینکه سفر رو دنبال میکنید. دم همتون گرم، مراقب خودتون باشید، مثل همیشه پاینده ایران، بدرود.